آدت شش سینرژی انرژی گروهی ایجاد کنید عادت شش ثمره نهایی یا ایجاد های تازه و بهتر گروهی است راهحلهایی بهتر از آنچه نخست هر یک از افراد پیشنهاد کرده بودند سینرژی ضد مصالحه و سازش است به تعبیر دیگر یعنی کل بزرگتر از مجموع اجزای آن است عادت شش جنبه خلاق عادت پنج است. در اینجاست که خلاقیت خود را به کار می گیرید و راه حلهای تازه و بهتری را جستجو می کنید. بیشتر مردم به جای ایجاد سینرژی، همکاری خلاق، ستیز یا گریز را در پیش می گیرند. هر دوی این شیوه ها ناشی از الگوهای ارتباطی نابالغ است. فرض کنیم میخواهید برای تعطیلات به کنار دریاچه بروید چون به پسرانتان قول ماهیگیری داده اید اما همسرتان میخواهد برای تعطیلات به عیادت مادرش برود که بیمار است و در شهر دیگری زندگی میکند دیدار مادر بیمارش برای همسرتان بسیار مهم است و رفتن کنار دریاچه و تعلیم تعهد و خوشقلی به پسرانتان نیز برای شما اهمیت دارد اما مادر همسرتان سخت بیمار است و به جز این تعطیلات مجال دیگری برای دیدار مادرش ندارد در چنین موقعیتی چه میتوان کرد در نهایت عشق و احترام با یکدیگر گفتگو میکنید زیرا یکدیگر را دوست دارید و این علاقه سبب می شود که نسبت به یکدیگر سرشار از تفاهم و همدلی باشید و این یعنی سینرژی زیرا سینرژی یعنی کل بزرگتر از مجموعی اجزای آن است رابطه میان اجزا نشانه وجود اجزاست و اگر بخواهید در این مورد عادت پنج نخست گوش فرا دهید سپس بخواهید به شما گوش دهند را به کار گیرید شاید به همسرتان بگویید چرا وقت دیگری مادرت را نبینیم یا چرا تلفنی حال مادرت را نپرسیم همسرتان نیز شاید از شما بپرسد کمک هم کن تا متوجه بشوم که به چه دلیل در چنین موقعیتی ماهیگیری اینقدر برایت اهمیت دارد چرا برای تعطیلات نزد مادرم نرویم و تو به جای ماهیگیری سرگرمی دیگری را برای بچه ها انتخاب نکنی مگر ما میدانیم که مادرم تا چه مدت زنده می ماند؟ فرض کنیم شما جواب میدهید حق با توست می توانم نقطه نظرت را درک کنم اما پسران ما هم اهمیت دارند آنها مشتاقند به ماهیگیری بروند یادت هست چقدر از روی کتاب به آنها درس ماهیگیری دادیم و در این باره با آنها صحبت کردیم در نهایت محبت و احترام آنقدر با یکدیگر گفتگو می کنید تا به راه حل بهتر و تازه برسید اما اگر قدرت طلب باشید شاید بگویید من که نظرت رو نپرسیدم هر وقت بخواهم نظرت رو بدانم خودم از تو سوال می کنم ما به هر حال به ماهیگیری می رویم و اگر عادت داشته باشید نقش قربانی و مظلوم را ایفا کنید شاید بگویید هر بلایی که دوست داری بر سرم بیاور تو همیشه برنده هستی و من هم همیشه بازنده در مورد نخست به شیوه برنده بازنده سرگرمید در مورد دوم به شیوه بازنده برنده سرگرمید و هیچیک از اینها شیوه برنده برنده نیست راه دیگر این است که عادتهای چهار و پنج و شش را به کار گیرید. فرض میکنیم دارای ذهنیت فراوانی هستید و در نتیجه از احساس ایمنی درونی سرشارید و میتوانید به گفتگوی سازنده بپردازید و بگویید آیا موافقی به شیوهی گفتگو کنیم که بتوانیم به راه حلی برسیم که برای هر دوی ما مطلوب باشد؟ میخواهم اول خودم به تو گوش کنم. از حرفایت اینطور فهمیدم که دیدار مادرت برایت بسیار مهم است. چون مدتی است که او را ندیده یا و خواهرت مدت زیادی سرگرم پرستاری از او بوده است. آنقدر به گفتگو ادامه می دهید تا مطمئن شوید که همسرتان یا شخص مقابل میداند که وضعیت او را کاملا درک کرده اید. آنگاه شاید بگویید اما می دانی که پسرهای من چقدر برای درسهای خود وقت صرف کردند تا در امتحانات موفق شدند. آن وقت اطمینان حاصل کنید که شخص مقابل نیز وضعیت شما را درک کرده است. این همدلی و تفاهم متقابل احترام و تأکیدی چندین برابر ایجاد می کند. در این صورت به نگرش های برنده بازنده یا بازنده برنده روی نمیآورید. به سازش و مصالحه نیز نمیپردازید. بلکه وارد مرحله خلاقیت و ایجاد امکانات و راه حل و انتخاب تازه میشوید. و در نزدیکی محل زندگی مادر همسرتان دریاچه یا رودخانه پیدا می کنید. شاید این دریاچه یا رودخانه به خوبی آنچه در نظر داشتید نباشد. اما قطعا احساس بهتری در شما به وجود می آورد. زیرا همسرتان و مادر او را در نهایت احترام دوست دارید و مشتاقید که هم نیاز همسرتان و نیز نیاز ماهیگیری پسرانتان را برآورده سازید. در نتیجه نگریش برنده برنده را انتخاب می کنید. آیا اگر به کنار دریاچه ای آنچه در نظر داشتید بروید سازش و مصالحه است؟ ابدا فقط راه حلی بهتر و سازنده تر است. شاید بعضی از افراد آن را سازش و مصالحه بخوانند و بگویند اما در ابتدا میخواستی به دریاچه معینی بروی؟ اما شما این انتخاب تازه را مصالح و سازش نمیخوانید زیرا هم به همسرتان و هم به مادر او اهمیت می دهید همسرتان نیز آن را مصالح و سازش نمیخواند چون او نیز نمیخواهد که پسرانتان بی برنامه باشند و از در و دیوار بالا بروند او نیز میخواهد که بچه هایتان تفریحی آموزنده و سازنده داشته باشند در این صورت همسرتان از مادرش دیدار و پرستاری می کند و همچنین می بیند که شما هم برنامه مورد علاقهتان را از دست نداده این شیوه ارتباط را می توان برای هر وضعیتی به کار گرفت. عمیقا معتقدم که اگر افراد عادتهای چهار و پنج و شش را به کار گیرند می توانند در هر موقعیتی به راه حلهایی بهتر از راه های پیشین برسند. برای ایجاد همکاری گروهی و مشاوره با سازمان ها این توصیه ناشی از تجربه مستقیم و حرفه‌ای من است و همچنین در انواع و اقسام مذاکرات حقوقی و حتی در جنگ ها و نبرد ها و حتی در شدیدترین مشکلات زناشویی عمیقا به عادت های چهار و پنج و بپردازید زیرا بیردخور و بدون استثنا موثر واقع می شوند. دقیقا به طرف مقابل گوش دهید و در نهایت احترام ارتباط برقرار کنید. آنگاه توانایی های خلاق خود را به کار ببرید تا راه تازه و امکاناتی سرشار از منافع متقابل یا نگریش برنده برنده ایجاد کنید. طبیعتا این امر مستلزم صرف وقت و صبر و شکیبایی و پرورش منش قدرتمند ناشی از عادتهای یک و دو و سه است همچنین مستلزم احساس ایمنی درونی است که ناشی از صداقت و حس تعهد نسبت به ارزشهایی است که درونن انتخاب کردیم. یکی از مسائلی که به هنگام گفتگو و ارتباط با آن مواجه میشویم، این است که افراد به شیوه های متفاوت می اندیشند. شاید درباره نظریه استیلای مغز شنیده باشید. بررسی نشان میدهد که نیمه راست مغز متفاوت از نیمه چپ آن می و کنش متفاوتی را انجام می دهد. کنش مغز چپ بیشتر معطوف به کلام و کنش مغز راست بیشتر بسری است مغز چپ بیشتر تحلیلی و منطقی و مغز راست بیشتر خلاق و شهودی است مغز چپ معطوف به محدودیت‌های زمانی و مغز راست معطوف به زمان است و هر دو نیمه مغز را احتیاج داریم کلید ایجاد تعادل میان این دوست گاه این تعادل در یک نفر وجود ندارد چه برسد به زمانی که میخواهید این تعادل را میان دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد ایجاد کنید. یک بار در فلوریدا سمیناری را اداره می کردم که عنوان آن چنین بود. با مغز چپ مدیریت و با مغز راست رهبری کنید. در فرصتی که برای استراحت داشتیم، رئیس شرکت نزدم آمد و گفت مهمترین نکته این سمینار برای من کاربرد آن در زندگی زن هم بود. من و همسرم به هنگام گفتگو واقعا مشکل داریم. نمیدانم آیا حاضری با ما نهار بخوری تا شیوه ارتباط ما را به چشم خودت ببینی؟ گفتم باشد. وقتی پشت میز نشستیم پس از تعارفات معمول مرد رو به همسرش کرد و گفت از استفان برای نهار دعوت کردم تا شاید بتواند مسئله شیوه ارتباط ما را حل کند میدانم که تو احساس می کنی باید همسر حساستر و با ملاحظه تری باشم آیا می توانی به طور مشخص بگویی که فکر می کنی چه کار باید بکنم؟ مغز سمت چپ مرد که مسلط بود نیاز به امور مسلم و ارقام و اجزا و مسائل مشخص داشت زن پاسخ داد خب قبلا هم که به تو گفتم که حسی کلی درباره اولویت ها و ارجحیت هاست مغز راست زن که مسلط بود با حساب و امور کلی و رابطه میان اجزا سر و کار داشت مرد گفت منظورت از احساس کلی درباره ارجاحیت ها چیست؟ کار مشخصی بگو تا بتوانم آن را انجام بدهم. زن پاسخ داد خب این فقط یک احساس است. فکر می کنم زندگی زن و شوی ما آنقدر که می گویی برایت اهمیت نداشته باشد. مغز سمت راست زن که مسلط بود با تصاویر و احساسهای شهودی سر و کار داشت. مرد گفت خب چه کنم تا آن را مهم جلوه دهم کار مشخصی را نام ببر زن جواب داد پیدا کردن کلمات برای بیان احساسم دشوار است مرد در این هنگام نگاهش را به سوی من برگرداند انگار میپرسید آیا خودت می توانی چون این زندگی که سالت باری را تحمل کنی؟ زنگ گفت این فقط یک حس است یک حس بسیار قوی مرد گفت عزیزم این مشکل توست مشکل مادرت هم هست در واقع مشکل همه زنهایی است که تا امروز دیدم آنگاه به صورتی که گویی در محکمه دادگاه حضور دارد زن را مورد سوال قرار داد آیا در همون جایی زندگی می کنی که می زن آهی کشید و گفت آخر مسئله که این نیست مسئله اصلا این نیست مرد با شکیبایی و صبری تحمیلی گفت خودم هم می دانستم. منطقه چون خودت نمیگویی که مسئله چیست؟ فکر می کنم بهترین راه پیدا کردن مسئله این است که چیزهایی را که نیست پیدا کنم. زن گفت باشد. مرد گفت عزیزم استفان چند دقیقه اینجاست تا به ما کمک کند. تو فقط بگو آره یا نه. آیا در همان جایی زندگی می کنی که می خواهی؟ بله. بسیار خوب این مسئله که حل شد آیا صاحب چیزهایی که میخواهی هستی؟ بله بسیار خوب آیا کارهایی را که میخواهی انجام میدهی؟ این سوال و جواب به همین منوال ادامه داشت میتوانستم ببینم که کوچکترین کمکی نکردم در نتیجه مداخله کردم و پرسیدم آیا رابطه تان همیشه به همین شکل میگذرد؟ مرد پاسخ داد بله استفان هر روز همین طور است که دیدی زن آهی کشید و گفت این داستان زندگی زن و ماست به هر دوی آنها نگریستم و این فکر از سرم گذشت که هر یک از آنها فقط صاحب نیمی از مغز خیشتن است و با این حال با هم زندگی می کنند پرسیدم آیا بچه هم دارید؟ بله دوتا حیرت زده پرسیدم واقعا؟ منظورت چیست که واقعا؟ گفتم چون سینرژی ایجاد کرده اید معمولا یک به علاوه یک می شود دو اما در مورد شما یک به علاوه یک شده چهار زیرا کل بزرگتر از مجموعه اجزای آن است و نشانه آن است که به تفاوتهای یک دیگر ارج نهاده اید زیرا بزرگترین راز سینرژی ارج نهادن به تفاوتهای یک دیگر است ارج نهادن به تفاوت ها ارج نهادن به تفاوت جوهر سینرژی ایجاد انرژی گروهی است ارج به تفاوت های عاطفی و روانی و ذهنی افراد و کلید ارج نهادن به تفاوت این است که دریابیم افراد جهان را نه آن گونه که هست بلکه آن گونه که خود هستند میبینند اگر تصور کنم جهان را همان گونه که هست میبینم دیگر به چه دلیل باید به تفاوتها ارج نهم؟ اصلا چرا بخواهم با کسی تماس داشته باشم؟ مگر نه اینکه تصور می واقع بین و اینی گرا هستم؟ مگر نه اینکه تصور می خودم صاحب دیدگاه وسیع ترم و اصلا به همین دلیل مرا سرپرست می اگر چون این تصوری داشته باشم، هرگز نه تنها قادر به اتکای متقابل، بلکه قادر به استقلال نیز نخواهم بود زیرا توسط برداشتهای خودم شرطی شدم انسانی میتواند واقعا موثر باشد که در نهایت تواضع و حرمت به تفاوتها محدودیتهای ادراکی خیش را دریابد و قدر منابع غنی موجود را که فقط از طریق ارتباط متقابل با ذهن و دل انسانهای دیگر میتواند به دست آورد بداند انسان موثر به تفاوتها ارج مینهد زیرا آن تفاوتها بر دانش و فهم خودش از واقعیت میافزاید اگر با تجربه های خودمان تنها بمانیم همواره از کمبود اطلاعات رنج میکشیم طبیعتا فرایند خلاق که بخشی از سینرژیست، ترسناکترین بخش آن نیز هست زیرا نمیدانید که در گام بعدی چه رو خواهد داد یا به کجا خواهد انجامید سینرژی مستلزم احساس ایمنی درونی و شهامت و روحیه ماجراجویی است بی تردید باید منطقه امن خود را ترک کنید تا بتوانید به جهانی یک سر ناشناخته گام بگذارید اگر چه فقط در این حال می توانید راه های تازه را کشف کنید و به روی امکانات و هیته های تازه بگشایید و راه دیگران باشید. اگر سطح اعتماد پایین باشد، حالت تدافعی ایجاد می کند و زبان گفتگو لحن حقوقی به خود می گیرد. این گونه شیوه ارتباط موثر نیست، زیرا میان تولید و قابلیت تولید تعادل ایجاد نمی کند.